روز 74 مزه غذا. مزه غذا. گفتگو: سمن، غذا چطور بود؟ فرناز: مزهش واقعا عالی بود. تو آن را درست کرده ای؟ بله، من آن را عصر درست کردم. میخواهی بیشتر بخوری؟ باشد، فقط یک مقدار، واقعا سیر شدم. میخواهید به جای آن مقداری سوپ بخوری؟ چه نوع سوپی است؟ گوجه و برنج. قبلا خورده ای؟ نه، اولین بار است. مزه چطور است؟ خوب است. امتحان کن. چی فکر میکنی؟ خوب است. این را هم خودت درست کرده ای؟ بله. تو واقعا خوب آشپزی میکنی. ممنون. دفعه بعد سوپ مرغ درست میکنم. لطیفه: روزی ملا خرش را گم کرده بود، اما خدا را شکر میکرد. دوستش پرسید: تو که خرت را گم کرده ای، چرا خدا را شکر میکنی؟ ملا گفت: به این خاطر که خودم بر روی آن ننشسته بودم، وگرنه خودم هم با آن گم شده بودم. جمله های رایج: چه طعمی را دوست داری؟ این غذا طعم خوبی ندارد. خوشمزه است اما کمی شور است. بیمزه است. مزه انبه دارد. به چاشنی بیشتری نیاز دارد. شعر: این کهنه رباط را که عالم نام است، وارامگه ابلق صبح و شام است. بزمی است که وامانده صد جمشید است. قصری است که تکیه‌گاه صد بهرام است. خیام. کلمه ی روز: طلوع. طلوع. معنی: مثال، طلوع خورشید بسیار زیبا است. من طلوع خورشید را دیدم. ضرب المثل: خر من از کرگی دم نداشت. این ضرب المثل از طرف شخصی بیان می شود که از قضاوت و داوری دیگران ناامید شده است و فکر می کند با بی‌عدالتی مواجه شده است. خاک بر سر: از این اصطلاح برای تحقیر کردن شخصی استفاده می شود. به معنی بیچاره و ضعیف بودن نیز است و همچنین به معنی راه حل است. مثلا یک نفر که مشکلی دارد میگوید: چه خاکی بر سر کنم؟ یعنی چه کاری انجام بدهم تا این مشکل را حل کنم. گفتگو: گلرخ، چه بوی غذایی می آید؟ چی داری درست می کنی؟
شهدخت، سوپ درست میکنم، بیا کمی بچش. بسیار خوب، طعم خوبی دارد، اما فکر کنم بهتر است کمی فلفل هم به آن اضافه کنی. فلفل به آن اضافه کردم، اما مقدار خیلی کمی. همسرم طعم تند را دوست ندارد، پس یک مقدار چاشنی به آن اضافه کن تا طعم بهتری پیدا کند. بسیار خوب، کمی پودر سیر به آن اضافه می کنم. اصطلاح روز: حالیش نیست. معنی: نمی فهمد. مثال: او حالیش نیست، من چه می گویم؟ خواندن: کاخ نیاوران در شهر تهران قرار دارد. این کاخ از زیبایی و جذابیت طبیعی و تاریخی فراوانی برخوردار است. بناهای مجموعه کاخ نیاوران به دوران قاجار و پهلوی تعلق دارد. کاخ نیاوران ابتدا مکانی خوش آب و هوا جهت اقامت ییلاقی شاهان قاجار بود. در زمان حکومت پهلوی دوم بعضی از بناهای باغ نیاوران تخریب شد و کاخ نیاوران با سبکی مدرن جهت سکونت شاه و خانواده‌اش ساخته شد. محوطه کاخ همکنون شامل کاخ اختصاصی نیاوران، کاخ صاحبقرانیه، کوشک احمدشاهی و گلخانه ها و مدرسه اختصاصی پهلوی است. کلمات جدید: ربات، حاشا کردن، ابلق، روزگار، خودداری کردن، بزم، تکان دادن، خوش اقبال، وامانده، قصر، کوشک، گلخانه، جذب کردن، چاپلوس، تکیه‌گاه، تکرار کردن، قضاوت، خواب رفتن، داوری، چشمگیر، بی‌عدالتی، مواجه شدن، جدا شدن، بیچاره، اختصاصی، راه حل، جبران کردن، برخوردار بودن، تعلق داشتن، جنبیدن، ییلاقی، جدول، تخریب کردن، جهت، محوطه.